مسی. بله عزیزان، با خبر شدم که حمید تقوایی رو خط هستند و ما خیلی خوشحالیم که حمید تقوایی رو میتونیم تو برنامه ما داشته باشیم. بله حمید تقوایی، خیلی خوشحالم که ارتباط ما با شما وصل شد. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. بله منم خیلی خوشحالم، خیلی ممنون. حمید تقوایی، این تلویزیون کانال جدید، تلویزیون 24 ساعته کانال جدید، امید خیلی ها، واقعا من میگم امید خیلی ها. پیش از شما یه بیننده زنگ زدن، همین اولین تماس تلفنی که ما داشتیم از یه بیننده بود از ایران، گفت اینا همه دلغکبازی حکومته، اینا کاری نمیتونن بکنن. گفت یه روستایی جوان هستم که بیکارم، وضعیت اقتصادی بد، و میخوام بگم که چقدر ما و شما به عنوان اینکه این تلویزیون مال حزب کمونیست کارگریه، چقدر مردم از اینکه حزب کمونیست کارگری این قدمو برداشت و یه تلویزیون 24 ساعته ایجاد کرد که مردم بتونن حرف بزنن، صحبت کنن، خودشون رو سازماندهی بکنن. و من اینجا یک بار میخوام از شما تشکر کنم، مشخصا به عنوان کسی که رهبر حزبی که این رو میبینه که جامعه باید تمام قد ما رو ببینه، تلویزیونش رو ببینه، صدا بتونه بحث کنه، بتونه حرف بزنه و بتونه سازماندهی بکنه. خیلی ممنون از این که چنین تلویزیونی رو شما به مردم دادید. اما متشکرم. من فقط اینو بگم که این کار فقط من نیست، من واقعا افتخار میکنم که عضوی از این حزب هستم و به نظر من هم تلویزیون کانال جدید به خصوص تبدیل شده به یک نقطه مرجع مردم و مورد اعتماد مردم، و من خیلی خوشحالم که چنین تریبونی در اختیار مردم میگذاریم برای اینکه بیان واقعا حرف دلشون رو بزنن و ما هم به سهم خودمون بتونیم به مردم کمک کنیم، سازمانشون بدیم، رهبریشون کنیم و به پیششون ببریم برای اینکه واقعا بتونن از شر این حکومت خلاص بشن. خیلی ممنون حمید تقوایی. بذاریم برسیم به سوال ما. شما یا حزب کمونیست کارگری یا کسایی که برنامه ما رو دیدند، ما روز جمعه 8 ساعت برنامه پخش مستقیم فقط داشتیم، بحثمون بود این بود و خود حزب کمونیست کارگری که یک مضحکه است، این انتخابات نیست، و حرف ما و حرف حزب کمونیست کارگری این بود. حالا چه فکر میکنید؟ آیا این یک مضحکه بود یا نبود؟ بفرمایید. به نظرم دقیقا این انتخابات اگر یک حقیقتی رو نشون داد این بود که واقعا این یک مضحکه است و با هیچ معیاری، با هیچ استانداردی نمیشه به این انتخابات گفت. ببینید الان این که کی از صندوق در میاد یا حتی چقدر تقلب کردن یا تقلب نکردن، این نقطه عزیمت ما نیست. مردم هم اینطور فکر نمی کنن. این انتخابات انتخاباتی است به خاطر که کمترین آزادی هایی که با همون استانداردهای کشورهایی که درش انتخابات برگزار میشه اگه در نظر بگیریم، کمترین استاندارد و آزادی وجود نداره در اون جامعه برای اینکه بشه به این انتخابات گفت. اولا بخش اعظم که در واقع گفت، باید گفت تمام نیروهای مخالف این حکومت نه تنها حق شرکت در انتخابات ندارن، بلکه حق نفس کشیدن ندارن. این رژیم اعدام، این رژیمی که با خون پاشیدن به مردم، با کهریزک ها، با سرکوب ها، با اعدام ها سر کاره، و انتخابات در این حکومت به نظر یک همچین بازی رو انتخابات نامیدن توهین به شعور مردمه. هیچ حزب مخالفی حق حتی حرف زدن نداره چه شرکت در انتخابات. 50% جامعه که زنان هستن حق انتخاب شدن و کاندید شدن ندارن، و بعد هم تازه از اون خودی های حکومت هم باید از فیلتر شورای نگهبان رد بشن. یک عده رو از خودی ترین خودی ها رو در مقابل مردم میگذن و میگن یکی از اینها رو به اصطلاح انتخاب کنید. با هیچ معیاری این رو نباید انتخابات نامید. به نظر من این مردم ایران هم این رو میدونن، این یک مضحکه است، این یک بازیه که حد اکثر توازن قوا و بدبستون ها و سازشکاری ها و معاملات بین جناهای حکومت رو میتونه این انتخابات حل و فصل کنه و معنای بیشتر از این نداره. به نظر من در این انتخابات هم یک بار دیگه نه تنها مردم ایران، همه دنیا دیدن که این انتخابات با هیچ به اصطلاح به هیچ وجه نمیشه انتخابات نامید، و کسانی که مردم رو به شرکت در انتخابات فرا میخونن یا فکر میکنن که این انتخابات به نوعی بالاخره حقانیت رژیم رو نشون میده، مشروعیت حکومت رو نشون میده، به نظر من
شعور مردم رو دست کم و همین تقوایی به هر حال ببخشید وسط حرف شما، به هر حال تعداد زیادی میگن، آمارای خود حکومت لااقل میگه تعداد خیلی زیادی، چند ده میلیون نفر تو این انتخابات شرکت کردند. خب شما اینو چطور توضیح میدین؟ ببینید آمار حکومت که هیچ اعتباری برایش نیست. به نظر من اینکه اینها دارن میگن 72% شرکت کردن یا رقمهایی در این حدود، بله، این کاملا ساختگیه. به نظر من به احتمال زیاد میشه این رو گفت، به احتمال قریب یقین. اینکه بتونیم ثابت کنیم یا نکنیم، اینو بالاخره بعد از اینکه جمهوری اسلامی برافتاد میشه رفت فهمید که دروغاشون چه عرض و طولی داشته. ولی در حال با یه مشاهده ساده میشه گفت که از وضعیتی که صندوق ها و حوزه های انتخاباتی در روز انتخابات داشتن میشه گفت این رقم ساختگیه. ولی یک چیزی هست، به نظر اینا نسبت رو نتونستن دست بزنن، یعنی اینکه نسبت خیلی بیشتری از بقیه روحانی رأی آورد، بالاخره از همون تعدادی که رأی دادن، این واقعیت اینا نتونستن تغلب کنن، نه به این دلیل که نمیخواستن، نه به این دلیل که به اصطلاح میخواستن انتخابات بدون تغلب پیش بره، به خاطر به این دلیل که نمیتونستن، به این دلیل که متوجه شده بود جناح خامنه ای که بالاخره کلیددار اوضاع هست و به اصطلاح مهندسی انتخابات رو اون معماری میکرد، دیگه این قدم آخر رو نتونست برداره و میدونستن که اگر به هر دلیلی با این اختلاف عظیمی که بین روحانی و بقیه هست بخوان یک کسی از جناح خامنه ای رو در بیارن و روحانی رو بگن رأی نیاورد، به هم میریزه و اون فتنه بزرگتری که ازش میترسیدن رخ خواهد داد. در واقع ترس در نهایت ترس از اعتراض وسیعتری بیشتر از 88 بود که اینها رو دست به عصا کرد و ناگزیر کرد که بالاخره تن بدن به اینکه روحانی بیاد رئیس جمهور بشه. اینکه روحانی هیچ تافته جدا بافته ای نیست و حتی با اون به خط اصلاح طلبی هم ربطی نداره و کاملا جزی از حکومت و یکی از مسئولین ارگان ها و سازمان های امنیتی و اطلاعاتی حکومت بوده، در این تردیدی نیست، اینا مردم میدونن. این رأی به این معنا رأی به روحانی نباید در نظر گرفت، این رأیی هست که مردم فکر میکنن با این رأی، همون حدی که رأی دادن فکر میکنن با این رأی جناح حکومت به هم میریزه، رژیم دعواهاش بالا میگیره و اینا از این فرصت استفاده میتونن بکنن برای اینکه بیان و اعتراض خودش رو بکنن. اگه اینطوریه همین تقوایی، اگه اینطوریه ببخشید بازم وسط صحبت شما، اگه اینطوریه چرا شما به مردم فراخوان دادید تو انتخابات شرکت نکنن؟ چرا نگفتین همین تاکتیکو برید میون اینا شکاف ایجاد بکنید و چرا این کارو نکردید؟ ببینید به نظرن مردم در از امکان گرایی حرکت میکنن، از در هر شرایطی امکانی که دارن برای اینکه فرجی در اوضاع حاصل بشه، برای اینکه بتونن بیشتر جلو بیان، اعتراضشون علیه حکومت رو بیان کنن، از این استفاده میکنن و مردم حق دارن این کارو بکنن. ولی یک حزب انقلابی نمیتونه این حرفو بزنه. یک حزب انقلابی در نهایت باید به مردم بگه و روشن کنه که هیچ نوع مشروعیتی این انتخابات نداره. ما همیشه شعارمون این بود که این انتخابات رو باید بر سر حکومت خراب کرد و الان هم هنوز هم اینو میگیم و به نظر حقانیت این کاملا نشون داده شده. ببینید مردم هم انقلاب رو میخوان و هم زیر رو کردن اوضاع رو میخوان، هم هر درجه تغییر اوضاع برای اینکه بتونن بهتر زندگی کنن، بیشتر نفس بکشن، اعتراض کنن، مبارزه کنن. و در این شرایطی رو تشخیص دادن که اون دیگه رفتن رای دادن، چون نباید فراموش کرد که یک بخش اعظمی از مردم به آمار خود همین حکومت با همین عددسازی‌هاش حتی یک بخش بالایی از مردم بالاخره در انتخابات شرکت نکردن. و اون بخشی هم که شرکت کردن، یه دیم شرکت کردن به خاطر اینکه بالاخره ناگزیر بودن، میخواستن نمیدونم در دانشگاه شرکت کنن، کنکور بدن، به نحوی گروکشی بود. یک بخشی هم که خب از ایادی خود حکومت هستن که میان در انتخابات شرکت میکنن، تکلیفشون روشنه. ولی در هر حال بخش اعظم مردم یا شرکت نکردن یا اومدن به نحوی رأی مخالف جناح خامنه‌ای، رأی اعتراضی خودشونو دادن. به نظر مردم از این شکاف اینطور استفاده کردن. ولی این به این معنا نیست که یک احزاب باید بیان بگن مردم برید شرکت کنید. به نظر من این فرق کنه. موضعی احزاب نیروهایی که امروز شرکت در انتخابات رو تبلیغ میکردن و این نتیجه انتخابات رو به نفع خودشون میخوان مصادره کنن، به این معنا که شرکت در انتخابات درست بود، به نظر من اونها دارن از سر مشروعیت دادن به حکومت حرکت میکنن. اینا دو خردادی ها، اکثریتی توده ها و غیره هستن
که مسئله شون کلن حفظ نظام و چارچوب نظام و حرکت در چارچوب نظامه. حرکت مردم به هیچ وجه اینو تایید نمیکنه. مردم اصلا اینکه گویا عاشق اصلاح طلبی، اونم کسی مثل روحانی که هیچ ربطی به اصلاح طلبی هم نداره، حتی به معنی دو خردادیش رفتن به اون رأی دادن، این دروغ آشکاره، به هیچ وجه اینطور نیست. مردم رفتن رأی دادن برای اینکه رأی اعتراضشون رو به کل حکومت بیان کنن و این دقیقاً منطبق با اون خط حکومتی خطیه که حزب ما همیشه نمایندگی میکنه. یعنی این حکومت رو باید جارو کرد، باید انتخابات بر سرش خراب کرد. بله ده... من این خط حقانیت خودشو نشون داد. بله جریاناتی هستن تو اپوزیسیون ایران که از قبل هم میگفتن باید شرکت کرد و حتی بی بی سی به عنوان به نظر من یک حزب سیاسی تمام گاز چیز کرد، رفت پشت انتخاب روحانی و بعد گفت وقتی این نتیجه اینجوری شد گفت که این پیروزی عقلگرایی بر آرمانگراییه، این نشون داد مردم به نظام اعتماد دارن، این نشون داد مردم نمیخوان تو در چارچوب نظام کار کنن. یعنی واقعا اگه آدم در اون جبهه قرار بگیره نمیتونه به شما بگه شما آرمانگرا هستید، شما امکان رو نمیبینید، یا همین بحثی که الان به هر حال از بی بی سی تا اکثریتی تا توده یا تا همه اینایی که میگن باید این نظام حفظ بشه، شما به این چطور جواب میدین؟ ببینید این نیروها تکلیفش روشن است. بی بی سی تا حزب توده و اکثریت و دو خردادی ها اینها همیشه اعلام کردن امرشون حفظ نظامه و تغییراتی در چارچوب همین نظام. این خط اینهاست. جامعه ایران، اکثریت اصلی مردم ایران با این خط نیست. اکثریت اصلی مردم ایران ممکنه امروز توازن اوقات طوری نباشه که بریزن بیرون و انقلاب کنن و این توازن وجود نداره، ولی خاص گرایش تمایل عمومی مردم، اکثریت اصلی مردم اینی که از شر حکومت اسلامی رها بشن. ببینید مردم اگر میخواستن نشون بدن که در چارچوب این نظام میخوان کار کنن میرفتن پشت خامنه ای. ببینید این روشنه. جمهوری اسلامی فرق میکنه، انتخاباتش یا رأی دادن ها تو همون سطحی هم که از فرق میکنه با کشورهای دیگه ای که یک حزبی میره یک حزب دیگه میاد، و مثلا کشوری مثل آمریکا یا انگلیس که به اینطوری تخلیه اعتراضات مردم تخلیه میشه، خشم مردم رو اینطوری کنترل میکنن که حزب آ میره حزب ب میاد انتخابات بعدی برعکس. در ایران اینجوری نیست. در ایران یک حکومت دیکتاتوری هست که رهبرش و نمایندهش و به قول خودشون اسوه نظام یا خیمه این نظام، عمود خیمه این نظام ولی فقیه هست. این رو همه میدونن و به این ترتیب مردم در هر انتخاباتی اگر دقت کنید الان چندین دور است، از همون انتخابات دور اول خاتمی تا امروز لااقل، مردم در هر انتخاباتی اینطور حرکت کردن که به نحوی این ولی فقیه رو تضعیف کنن، بهش میگن قبول نداریم، کاندیدتو قبول نداریم، شما باید بساطتو جمع کنید. چون مردم میدونن جمع شدن بساط فقیه یعنی جمع شدن بساط کل این داستان، کل جمهوری اسلامی. اصلاح طلبان اینو میخوان مصادره کنن به اعتبار خاتمی، یه دوره رفشنجانی، یه دوره حالا امروز روحانی، و به جیب اون بریزن، در حالی که مکانیزم حرکت جامعه نیست. این انتخابات انگلیس نیست که بگیم رأی ندادن به حزب لیبر، به حزب کارگر به معنی رای دادن به حزب کارگر به معنی مخالفت با حزب مقابلش یا برعکس. اینطوری نیست. مردم مخالفتشون با کل نظامو میگن وقتی به اون کاندیدی رای میدن که بیشترین فاصله رو از خامنه ای داره. این که اون کاندید واقعا اینجور هست، در عمل خواست اون کاندید میخواد در چارچوب نظام کار کنه. هیچ روحانی با بقیه تافته جدا بافته ای نیستن. ایشون نه وعده‌ای به مردم داده، نه میتونه وعده‌ای رو عمل کنه و نه میتونه کوچکترین فرجی در اوضاع به وجود بیاره. ولی از نظر مردم همین زاویه‌ای که روحانی با خامنه‌ای داشت و در تلویزیون و مناظره‌هاش و اینا نشون داد که جزء جناح به اصطلاح ذوب شده در ولایت فقیه یا اصولگرایان به معنی کلاسیک قضیه نیست، مردم از همین استفاده میکنن برای اینکه شکاف ها رو بیشتر کنن. و میبینیم در همین یکی دو روز جشنی که مثلا مردم گرفتن تو خیابونا میان میرقصن، شعار میدن آزادی زندان سیاسی، شعار میدن ندای ما نمرده. خب مردم اومدن این کارو کردن برای اینکه از این اگر جلیلی انتخاب میشد که این امکانو بنده پیدا نمیکردن. به این معنی جا
جامعه داره نه خودش رو به جمهوری اسلامی اعلام میکنه، نه به این معنی که روحانی نماینده نه هست، به این معنی که روحانی مردم میرن به روحانی رای میدن برای اینکه بگن جناح خامنه ای عقب بشینه، تضعیف بشه. بله و به این ترتیب کل نظام تضعیف بشه. و از این نظر به نظر این انتخابات هم دقیقا همین مکانیزم رو نشون داد. به هر حال بالاخره این پدیده به نام روحانی رو باید تو یک بخشی از نظام بشه گنجوند. ایشون به کدوم بخش از این نظام تعلق دارن؟ به نظر من تا اونجایی که به خطا و جناها مربوط میشه، روحانی بیشتر خط رفسنجانی رو داره اعلام بسیار نمایندگی میکنه. برید خود رفسنجانی رو کنار گذاشتن، چون رفسنجانی وزنه بزرگی بود و فقیه خیلی بیشتر ضربه میخورد با اومدن رفسنجانی و خیلی بیشتر کاسه کوزه جناح اصولگرا و خامنه‌ای به هم میره. روحانی این وسط، روحانی اصولگرای میانه روی به قول خودشون، این بحث اعتدال و دولت تدبیر و امید و غیره رو که اعلام میکنه، این بیشتر گفتمان و خط رفسنجانی هست. و به نظر من به این اگر بخوایم بین جناح بندی ها بگیم ایشون کجا قرار داره، ایشون اینجا قرار داره. ولی اساس قضیه این هست که خود خط رفسنجانی، حتی خود رفسنجانی هم اگه میومد دیگه به جایی نمیرسه. رفسنجانی نماینده به اصطلاح بازسازی اقتصادی و گشایش اقتصادی بود. ایشون هم الان اعلام کرده که بیشترین مسئله مردم فقر و گرانی و غیره است، کاملا درسته، ولی راه حلی که میذاره جلوی مردم یعنی تشدید همین امر. به نظر من از نظر اقتصادی به طور واقعی این رژیم راه در رفتی نداره. مهم نیست که رئیس جمهورش کی باشه، چه وعده هایی میده یا به چه گرایشی از درون جناها نزدیک تره. این یه سوال بله. این رژیم راه حلی برای فقر و گرانی و بیکاری نداره و باید به سرعت به نظر من دعواهای رژیم بالا خواهد گرفت و به سرعت جامعه فضای جدیدی به دست خواهد آورد برای اعتراض بیشتر و مبارزه بیشتر علیه کل این حکومت. همین تقوایی آیا میشه اینطوری نتیجه گرفت؟ ولی که شما گفتید اینا نمیتونستن، رفسنجانی یه وزنه بسیار سنگینی بود، اینا نمیتونستن رهبر باش به اصطلاح معامله اینچنینی بکنه و روحانی اون شخص شد. آیا این یک مهندسی بود؟ اینا قبل نشستن تصمیم گرفتن گفتن رفسنجانی نه و ما تم میدیم به روحانی و کل این بساط حول این یه به قول معروف یه خیمه شب بازی بود؟ شما چه فکر میکنید در این مورد؟ من این تئوری توطئه رو قبول ندارم که گویا از روز اول اینها اومدن این بازی رو شروع کردن که آخر کار میدونستنم که روحانی میخواد بیاد بیرون. به هیچ وجه اینجوری نبود. ببینید انتخابات درست ربطی به رأی مردم نداره و همونطور که گفتم توهین به شعور مردم اگه کسی به این بگه انتخابات، ولی در این حال یک اتفاق سیاسیه. اینجوری نیست مثل زمان شاه مثلا یا زمان مبارک در مصر یا زمان هر دیکتاتوری که انتخابات علسویه باشه هیچ تغییر سیاسی در شهر ایجاد نکنه. انتخابات به انتخابات ما این دیدیم یه تغییر سیاسی به معنی توازن قوای بین جناح غیر حکومت درون حکومت عوض میشه. اون موتوری که زیر این باعث میشه این اتفاق یه تحول سیاسی باشه، در هر حال نارضایی مردم، ترس از اعتراض مردم به خود خودشون، ترس از فتنه بزرگه و همین بود که مهار زد و اجازه نداد اینا تقلب تا روز آخر ادامه بدن. اگر اینا میتونستن، اگر قدرت رو داشتن این کارو بکنن، خب میرفتن جلیلی از صندوق برمی آوردن. کسی که میگه خامنه‌ای از روز اول معماری کرد، بعد این سوالو جواب بده چرا خامنه‌ای معماری نکرد که قالیباف بشه رئیس جمهور؟ یا خب میتونستن روحانی تو همون تشخیص مسئله تو شورای نگهبان مثل رفسنجانی بذارن کنار، یکی از اینا بیارن. این کارو نکردن برای اینکه میدونستن که جامعه به هیچ نمیپذیره، جامعه منفجر میشه. این رو میدونستن. همین رقص و پایکوبی که امروز تو خیابونها بود اگر جلیلی میومد رو کار تبدیل میشد به یک انفجار اجتماعی اعتراضی که باز به جنگ برج خیابانی تبدیل میشد و حکومت به هیچ وجه نمیتونست تضمین کنه که از این جان سالم به در خواهد بود. این رو با هزار زبون گفتن که فتنه بزرگی رو در راه ما کنترلش میکنه. به همین خاطر آخرین به اصطلاح مهندسی انتخابات رو نتونستن تا آخر ببرن، به این معنا که روحانی رو بزن کنار و کسی دیگه رو از صندوق در بیارن. ناگزیر شدن، تن دادن و به هیچ وجه این باب دل خامنه ای و خطی مثل خط کیهان شریعت مداری و به اصطلاح اون جناح اصولگرای افراطی نبود، بهشون تحمیل شد به نظر من و فاکتور مردم به این معنا نقش داشت در این تحقیق. بله، الان شما به این آخرین سوال هم لطفا جواب بدید.
بعد از انتخابات الان روحانی رئیس جمهوره، بعد کنفرانس مطبوعاتی داشت، گفت مهمترین مثلا مسئله رفع تورم و مشکلات اقتصادی مردم و رفع تحریم ها است و جلوگیری از تحریم های جدیده. مردم بعد از این انتخابات چه جایگاهی به دست آوردند و چطور باید پیش برن؟ بفرمایید. ببینید، نکته اول اینه که این وعده‌هایی که ایشون میده به نظر هیچ کدوم قابل عملی شدن نیست. چه رابطه با غرب، مسئله اتمی، هسته‌ای، مسئله تحریم ها، وضعیت اقتصادی، به نظر من اینا با احمدی نژاد شروع نشد که حالا احمدی نژاد رفته ایشون اومده حل میشه. اینا مسائل پایه‌ای‌تر، اساسی‌تر و بحران عمیق‌تر رژیم جمهوری اسلامیه. به نظر من نه تنها این مسائل سر جای خودش خواهد ماند، بلکه عمیق‌تر خواهد شد. این وسط بعد کشاکش بین خامنه‌ای و روحانی هم اضافه کنیم، به نظر من شکاف بین جناح عظیم‌تر خواهد شد و به این اعتبار هم مردم امکان و فرجه بیشتری برای اعتراض و برای به خیابون اومدن پیدا خواهند کرد. در این تردید نباید کرد. ولی از اونجایی که به رابطه مردم و رژیم مربوط میشه، به نظر من مردم فضایی ایجاد کردن به این ترتیب با این رأی دادن‌ها به نفع مبارزه خودشون، به نفع اعتراض خودشون علیه این حکومت. و از این نقطه نظر به نظر همین جناب روحانی به سرعت ناگزیر خواهد شد به سرکوب روی بیاره و این به نوبه خود باز دوباره آتش مبارزات رو تشدید خواهد کرد. به نظر حکومت به هیچ وجه در یک موقعیتی نیست که به صورت منسجم یک پارچه شروع کنه به اصطلاح کنترل جامعه و سرکوب مردم و خون پاشیدن به مرزات مردم. این در این موقعیت نیست و این جو اجازه میده به نظر من که مردم وسیع‌تر به خیابون بیان. باید منتظر بود جوان‌ها میان و انتظارات و توقعات خودشون رو اعلام میکنن، همچنان که در همین جشنهای اول چند روز بعد از انتخابات داریم میبینیم کارگران مبارزه وسیع‌تری خواهند داشت. یک مبارزه الان وسیع جنبش کارگری داره برای افزایش دستمزد. این به نظر من بیشتر و تعرضی‌تر و قوی‌تر خواهد شد. همینطور به خصوص مبارزه زنان که یک مبارزه همیشگی در جامعه ایران بوده برای رسیدن به برابری و رفع این تحقیر و توهین و تبعیضی که علیه زنان اعمال میشه، همه این عرصه‌های مختلف مبارزه به نظر ما باید منتظر باشیم که وسیع‌تر، تعرضی‌تر، شکل گرفته‌تر به میدون بیاد و حزب ما در اینجا و تلویزیون کانال جدید نقش اساسی داره برای خط دادن به این مبارزات، برای سازمان دادن به این مبارزات و برای متشکل کردن و متحدتر کردن هرچی بیشتر مردم با هدف بزیر کشیدن کل جمهوری اسلامی با همه جناها و دار و دسته ها. خیلی ممنون حمید تقوایی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و این مصاحبه رو با هم داشتیم. من هم تشکر میکنم.